امشب با نویل اورکزار، خواننده و سینماگر جوان افغان گفتگو میکنم. او در خانواده هنردوست بزرگ شده و تقریبا همه اعضای خانواده‌اش از سینماگران مشهور افغان هستند. نوید از کودکی به سراغ بازیگری رفت و تجربیات ارزنده‌ای رو هم در این زمینه کسب کرده. البته او پس از تکمیل تحصیلاتش به کارگردانی، تدوین و تهیه کنندگی هم پرداخته و در تولید چند اثر کوتاه و بلند سینمایی مشارکت داشته. او چند سالی است که به خوانندگی رو آورده و ترانه‌های جذاب و دلنشین رو هم روانه بازار کرده. نوید امشب در استودیو شباهنگ با ماست تا درباره کاراش با ما صحبت کنه. نوید بهت سلام میکنم، خیلی خوشحالم که در استودیو با ما هستی. سلام بهنود عزیز، سلام به شما و به همه بیننده های پروگرام شباهنگ تقدیم است. من توضیحی دادم که تقریبا همه اعضای خانواده شما مثل که در کار سینما هستن، تو زمینه های مختلف کار میکنن، ولی به هر حال این سوال ازت میپرسم، چطور شد که خودت به فیلم و سینما علاقمند شدی و کارت از بازیگری شروع کردی؟ زمانی بود که من 5 ساله بودم و فامیل مثل که میفهمین که پدر و کاکای ما فیلمساز بودن و فیلم میساختن. به می شکل به من همچنان یک رول پیدا شد که من باید بازی میکردم در فیلم و از اونجا آغاز شد که فیلم به فستیوال رفت. زمانهای سالهای 1988 بود، از اونجا آغاز شد و من کوشش کردم که زیادتر بتونم به سینما پیشرفته تر شم و کارهای زیاد بیاموزم و تجربه پیدا کنم. میدونی تو چند تا فیلم بازی کردی یا آگهی و کارهای تجاری یادت هست؟ در افغانستان فکر کنم 2 فیلم بود که رولای کوچک داشتم و چندین کمرشالای مثل مگزین و ملک بود که اجرا کرده بود. بله. خب غیر از بازیگری تو کارگردانی میکنی، کار تدوین یا ادیت رو انجام میدی، خود تهیه کننده هستی. یه خود راجع به این برنامه صحبت کن، چطور همه این کارا رو دوست داری مشارکت داشته باشی؟ والا مثل که آغاز کردم از شورت فیلمز، امروی دوستایم در کالج بودم، از اینجا آغاز شد و بعدا کارهای بعدی ما که شروع شد با موسیقی بود. خواستم که انواب باشم به هر کار هنری که از توانم باشه و به می شکل فیلم های کوچک ساختم، شورت فیلمز، و بعدا با موسیقی انواب شدم و هر کار که میدونم که از توانم است. و چرا که کرو مشکل است پیدا کردن یک کرو ممبر که آدم داشته باشه، یک تیم داشته باشه، و دیدم که بسیاری از دوستای من نمیتونن این کار با من همراه همکاری کنن. به خاطر کوشش کردم خودم این کارا رو دوام بتونم. من میدونم سال گذشته یکی از پروژه هایی که شما درش فعالیت میکردی در جشنواره بین المللی فیلم کن هم حاضر بود. یه مقدار در اون باره توضیح بده، چه احساسی بود از اینکه کار در کن شرکت میکنه؟ والا اول خودم احساس بسیار خوشی کردم و یک حسی بود که هر کارگردان و هر فیلمساز آرزوی زیر داره که فیلمش یک روز به فستیوال کن بره و اتلیست نامش باشه اون کار، و این باعث افتخار بود. اگرچه فیلم به بسیار امکانات کم تهیه شده بود به لس آنجلس و درباره یک خانم افغان بود که از افغانستان بدبختی های خود کشیده، چطور به امریکا میه و به امریکا چقدر بدبختی ها را میکشه، که اگرچه دنیا فرق داره بازم این فیلم بود کوتاه بود اما بازم قابل ازی بود که به فستیوال قبول شد و باعث افتخارم است. خب به تبریک میگم، امیدوارم در آینده فرصتی باشه بیشتر بتونیم راجع به کارهای سینمایی صحبت کنیم. با این کارنامه‌ای که تو داری و فعالیت‌هایی که انجام دادی، چطور شد رفتی سراغ خوانندگی، تصمیم گرفتی که به عنوان خواننده افغانم فعالیت کنی؟ این قصه بسیار جالب است که من وقت روسیه زندگی میکردم و دوستای من مرا مشوق زیاد داشتم، تشویق میکردن و میگفتن که بخوان آواز خوب داری بخوان، و من کوشش کردم که تا حد بتونم به آلات موسیقی کار کنم و خود برسانم تا حدی که شوه، و دیدم که مردم ما مشوق زیاد پیدا داشت و مرا تشویق کردن. ما گفتم اوکی، با مو خاطر آهنگ میخوانم اما کم، زیاد نه کم، اما چرا که شعری که خوشم بیه و آهنگی که خوشم بیه همیشه میخوانم. بیشتر تو چه سبکایی دوست داری کار بکنی؟ همین تعداد کاری که دادی بیرون یا آهنگ، ترجیح میدی خودت تو چه زمینه ای باشه؟ نظر به مودم است، بخاطر که من خوش دارم هر رقم آهنگ است، پاپ باشه، هیپ هاپ باشه، راک باشه یا کلاسیک باشه، تا جایی که بفهمم که توانش دارم که میتونم خوانده و آهنگ زیبا است میخوانم.
تا حالا استقبال شنونده ها از کارا چطور بوده؟ چه واکنشی یا بازتابی تو افغانستان بوده؟ والا مردم خوش کردن و همیشه تشویق میکنن و همیشه میگن که زیادتر بخون. و ما به می کوشش هستم که بتونم که یک کار صحیح باشه، یک دستاورد خوبتر باشه که بتونم، چرا که هر روز آدم یک اکسپریانس میگیره و ما کوشش دارم که اکسپریانسم زیادتر شود، تجارب زیادتر داشته باشم برسه موسیقی و بتونم که یک کار خوب روبرو کنم با مردم. خب تو غیر از اینکه خودت خواننده هستی، با خواننده های دیگر افغان و بین المللی هم کار میکنی، براشون موزیک ویدیو میسازی، به اصطلاح کارگردان هستی. چه تجربه یه وقتی خودت میای این طرف دوربین و اون خواننده برای شما اون طرف اجرا میکنه؟ برای بعضی آوازخوان ها جالب است که میگن خود ازی آوازخوان هستی، چطور همراه ما همکاری میکنه؟ اما من دوست دارم این کار است که ما خودم با واقعیت دوستش دارم که میخوام همکاری هم کنم برشان و کار باشه که دستاورد باشه خوبتر باشه بر خودم هم چنان یک تجربه است و برای زنا هم یک کار خوبتر شده که یک کمیونیکیشن خوبتر باشه، یک ریلیشنشپ خوبتر باشه بین هنرمندا. فکر کنم بهترین گپ است. خودت ترجیح میدی خواننده باشی یا کارگردان موزیک ویدیو؟ کدوم قسمت کار برای جذابتره و ترجیح شخصیت اینه که اونجا باشی؟ ترجیح شخصی ما کارگردان موزیک ویدیو خود کار از که شوقی است، اما میخوایم کارگردان فیلم باشم و فیلمایی داشته باشم روی دست و آوازخوانی خب مثل که تشویق میکنن، حالا دروه هم ماندیم که میخوایم هر دویش فالو کنم. وضعیت موسیقی افغانستان رو در حال حاضر چطور میبینی بعد از رفتن طالبان؟ فضای جدیدی که به وجود اومده، به خصوص جوانترا، فکر میکنی که چه دستاوردهایی داشتن یا چه مشکلاتی دارن؟ مشکلات خب زیاد دارن و مثل که میبینین بعد از زمان زیاد افغان ها آغاز کردن، پس دوباره جوان هایشان که کار کنن که موزیکشان هم زیبایی داشته باشه، شعرهای خوبتر باشه و وسترن ایسترن یک جای کردن موسیقی را و میخوان ریپرزنت کنن انترنشنالی موسیقی خود میخوان و هنوز هم کار کرده رایستن. اگرچه میبینین که مملکت است که 30 سال جنگ بوده این مملکت، اما هنوز هم مردم کوشش داره که بتانن رای هنرم به مو سنگینیش و به زیباییش پیش ببرم و کوشش دارن بگیم. چه نظری راجع به کار هنرمندان ایران دارن؟ آیا فعالیت یا همکاری مشترکی بوده؟ نگاه میکنن از اونها الگو بگیرن یا به هر حال همکاری و تفاهم مشترکی باشه؟ همکاری خود زیاد است. اگر ببینین مثلا آوازخانه ما امرای آوازخانه ایرانی یک جایی کار میکنن، میخوانن مثل نوازنده ایرانی کمک میکنن امرای آوازخانه افغان. ما خودم آهنگای ما شعرش یک آهنگ دارم به نام در نگاهت که شاعرش ایرانی است و ایره به ما سال 2007 یک شعر خود به ما تحفه داد. خانم در انگلند زندگی میکنه، ندا خالقی اسمشان است، یک شعر بسیار زیبا رو به ما تحفه هدیه دادن که امی آهنگ ما بسازم و امی رقم ارتباطات است همیشه بین هنرمندا و میخواین که همیشه یک جایی کار کنیم ما. تو الان بعد از گذشت این همه سال در دنیای سینما بودی، موزیک کارگردانی کردی، مسائل مختلف، هدف بعدی چیه در زندگی؟ دوست داری به کجا برسی؟ به کجا برسم؟ میخوام یک کارگردان خوب شم، یک فیلمساز خوب شم که بتونم فیلمایی بسازم که معنادار باشه و ریپرزنت کنه مملکت ما و بفهمن که ما داریم فیلمساز، ما داریم هنرمنده که میتونه ریپرزنت کنه افغانستان. من برات آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم به این آرزوهایی که تو داری و همه جوانهای افغان در هر جایی هستن برسن. ما یکی از موزیک ویدیوهای تو رو میخوایم پخش بکنیم، ازت ممنون میشم یه مختصری توضیح بدی راجبش. فکر کنم آهنگی است که من در سرای تو که در کالیفرنیا شوت شده بود با محترمه ماریا یار، یکی از آوازخوانهای بسیار خوب ما هستن که در کالیفرنیا زندگی میکنن. اونا امرای از اونات به سال 2009 بود که یک جایی آهنگ همکاری کردیم و پلانای بعدی هم داریم که آهنگای بعد ازی بسازیم و آهنگای جدید باشه و موسیقی جدید. خیلی از سپاسگزارم که امروز در شب آهنگ با ما بودی. میدونم خوشبختانه در آمریکا هستی، در دی سی شهر واشنگتن، امیدوارم در آینده بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم. تشکر. سپاسگزار از نوید و رکسا. دوستان عزیز، ما هم در همین لحظه برنامه رو به پایان میرسونیم. از شما دعوت میکنم به موزیک ویدیو از نوید و رکسا توجه کنیم. شب بخیر.
باید که باز آمد من مست و دیوانه. من در سرای تو شوری دیگر دارم از جام پیمانه. Master Divana.